بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. عرض تعزیت دارم به مناسبت ایام شهادت بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید به زودی های زود روزیتون بشه. کربلای معلا و زیارت سید الشهدا علیه السلام. شب جمعه و شب زیارت سید الشهدا علیه السلام است. افتخار این رو دارم که از کربلای معلا تقدیم کنم برنامه معراج رو به شما عزیزان و همچنین نائب زیاره شما عزیزان باشم. در خدمت جناب استاد بهره من هستیم. به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتشون. سلام علیکم جا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. عظم الله اجرکم. عظم الله اجورنا و اجورکم. در خدمت شما. خواهش میکنم. بنده هم ضمن عرض تسلیت محضر آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مناسبت وفات و رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم و انشاءالله امیدوارم به زودی های زود زیارت سید الشهدا سلام الله علیه نصیبشون بشه انشاءالله در خدمت حضرت عالی. بزرگواریم. بنده هم به نوبه خودم این روز رو خدمت شما و خدمت امام زمان عجل الله فرجه الشریف عرض تعزیت دارم. و اما برنامه معراج 2964-773-0304-314 شماره شما عزیزانی که از این طریق انشاءالله بتونید سوالات خودتون رو بپرسید، سوالات اعتقادی، شرعی و هر سوالی که در زمینه دین و اعتقاد شما عزیزان هست انشاءالله جوابگو خواهیم بود. و برنامه رو همینطوری که میدونید به دو پارت و دو قسمت تقدیم میکنیم و پارت اول درس هست که جناب استاد میفرمان و درس این ایام در مورد توحید و خداشناسی هست و پارت دوم که سوالات شما عزیزان هست، سوالاتی که شما برای ما میفرستید و از طریق شبکه به جواب سوالتون میرسیم. ببینیم و بشنویم روایت آقا سید الشهدا علیه السلام رو و بعد انشاءالله جناب استاد بسم الله بگن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. السلام على مهدی و علی آبائه. قرآن کریم راهکارش برای مسئله اساسی توحید و شناخت یکتایی پروردگار عالم، اقامه ادله برای اثبات صفات خداونده، در صدد اینه که صفات خداوند را به ما معرفی کنه و ما خدا را از راه اسمایش و از راه صفاتش باید بشناسیم، چون شناخت ذات برای ما ممکن نیست. و روایاتی هم داریم که می‌فرماید در مورد ذات خدای عز و جل تفکر و اندیشه نکنید، صفات خداوند را بشناسید. صفاتی همچون علم پروردگار متعال، همچون قدرت
خدای عز و جل، صفات همچون اراده خدای تبارک و تعالی، نه در مقام اثبات اصل وجود خداونده که این راهیه که دیگران رفتن، ولی قرآن کریم میخواد به واسطه شناختن صفات خداوندی ما نسبت به این خدا عشق بورزیم، محبت بورزیم و عبادت ما بشود عبادت از روی علاقه، عبادتی بشود از روی محبت. چون عبادت بندگان خدا سه جوره، یه عده خدا را عبادت میکنند، چنانچه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید یه عده خدا را عبادت میکنند به خاطر اشتیاق به بهشت. بله، اینا عبادتشون عبادت تجاره، معامله میکنن، نماز میخونه که به بهشت بره. یه عده خدا را عبادت میکنن به خاطر ترس از جهنمه. جهنم. بله. اینا عبادت عبیده، عبادت غلامانه که از ترس شلاق مولا کار نیک انجام میدن. بالاتر از اینا عبادت محبینه، محبین خدا را لایق عبادت و لایق پرستش میدونن، خود خدا را برای خودش میخوان، عشق به خدا دارن، عشق دارن به خدا، محبت دارن به خدا. حالا لفظ عشق را بعضیا بهش بله ایراد میگیرن، اما روایاتی هم داریم. بله. نه از اهل تسنن، روایاتی از طرق شیعه داریم. بله. و کلمه عشق به عنوان محبت شدید. بله، محبت و مورد مدح در بعضی روایات شیعه ملاحظه شده و موجوده. من هم به همین دلیل الان گفتم. بله. عشق. بله، خدای عز و جل از راه معرفی کردن صفاتش در قرآن مجید. بله. ماها وقتی با اون صفات آشنایی پیدا کردیم و اسامی اله را شناختیم و اونها را متذکر شدیم و زبانمون عادت کرد به ذکر خدای عز و جل، انشاءالله کم کم قلب ما تسلیم خدای عز و جل میشه. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه در دعای شریف کمیل میفرماید واجعل لسانی به ذکرک لهجا، خدای این زبونم را عادت بده به ذکر تو که راحت بدون زحمت یاد خداوند کجا باشه؟ سر زبون من باشه، راحت بگم یا الله، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، واجعل لسانی به ذکرک لهجا. این عادت کردن زبان به ذکر و یاد خدای عز و جل کم کم رو قلب انسان تأثیر میگذاره. و قلبی به حبک متیمون، به سبب محبتی که من به تو پیدا می کنم این قلبم را متیم قرار بده. متیم یعنی تسلیم شده تو. این پس شناخت وادار می کند مرا به ذکر، ذکر باعث تسلیم محبت. بله. و زیادی محبت باعث تسلیم شدن قلب در برابر خدای عز و جل. دیگه چون و چرا ندارد، هر چه بفرماید بدون چون و چرا سمعن و طاعتن، انسان، انسانی که رسیده است به درجه محبت میپذیره. بله، و هیچ اعتراضی ندارد. در اون لحظات آخر میگوید الهی رضن به رضاک لا معبود لی سواک. و مولا میفرماید حتی اگر مرا به جهنم ببری من در دل جهنم اعلان میکنم که من تو رو دوست میدارم و ازت جدا نمیشم. بنابراین راههایی را قرآن برای ما ارائه داده که ما برسیم به شناخت صفات
خداوند. یکی از راه ها را چند جلسه در موردش عرض کردیم، شناخت خدا از طریق دقت کردن در نظم حاکم بر جهان و هستی. یکی دیگه برهان و دلیل تمانع، دلیل قرآنیه. بله، در سوره مبارکه انبیا آیه 22 خداوند می‌فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ای بشر، ای انسان، تو خودت دقت کن، تو از نعمت عقل داری سود میبری. نگاه کن در عالم هستی، اگر خدایان متعددی حاکم باشند بر هستی، نباید در زمین و آسمان و در هستی نظم برقرار باشه. بله، باید سنگ روی سنگ بند نشه، باید بی نظمی باشه. این که میبینی جهان منظم و قانون نظم و ناموس نظم در سراسر ذرات عالم وجود حاکمه، این معلوم میشد که یک قدرت حاکم است. بله، این ما را میرسوند به عالی ترین صفت از صفات خدای عز و جل که صفت احدیت، صفت واحدیت. بنابراین در ادامه آیه می فرماید فسبحان الله رب العرش عما یصفون. یعنی خدا منزه. کلمه سبحانه، این کلمه، کلمه تنزیه. خداوند منزه است از اون چی که به او نسبت داده میشه. نسبت داده میشه که او شریک داره. نه، خدا از داشتن شریک منزه، از داشتن نقص منزه، زیرا او پروردگار عرش است. سبحان الله رب العرش عما یصفون. و اصلا اگر به جای یک قدرت و به جای الله سبحانه و تعالی ما خدایانی می داشتیم، باید هیچ چیز به وجود نمی آمد. نه اینکه به وجود بیاد و ناهماهنگ یا عیب داشته باشه و فاسد. نه، اصلا چیزی به وجود نمیاد، چون رو فرض تعدد آلهه هر خدایی یک نظری داشته باشه، باید کامل باشه. بله، ولی اگه کامل نباشه خدا نیست. بله، پس اگر ما دو تا خدا داشته باشیم، دو خدای کامل، هر کدوم مانع می شود از تأثیر گذاری دیگری. خدای اول اجازه نمیده که خدای دوم چیزی ازش درست بشه و خلق بشه. خدای دوم هم اجازه نمیده که خدای اول چیزی ازش ظاهر بشه. بنابراین چیزی در عالم اصلا به وجود نمی آمد اگر دو تا خدا ما داشته باشیم و تعدد آلهه داشته باشیم. نه فقط اگر موجود می شد عالم بی نظم و ناهماهنگ بود، اصلا به وجود نمی آمد به واسطه داشتن تعدد آلهه. پس اینکه عالم وجود داره و اجزای این عالم منظمه و نظم بر این عالم حاکمه، به خاطر اینکه تحت فرمان یک قدرته. یک قدرتی که اون قدرت عالمه، حکیمه و قادر متعاله. دلیل دیگر همه انبیا، ما دلیل داریم که روایت داریم در کافی شریف، این روایت هست که تعداد انبیا علیهم السلام 124,000 پیغمبر. همه این پیغمبرها از آدمش تا خاتمش همشون ما را به سمت الله دعوت کردن. بله، اگر غیر الله خدای دیگری می بود، باید اون خدا هم پیغمبرانی می داشت. بله، کو ما هرچه پیغمبر سراغ داریم، تمامشون ما رو به سمت خدای احد واحد خدای احد واحد دعوت کردن. بله،
به سمت الله دعوت کردند. اگر خدایان دیگری جز الله می بودند، هر کدامشون نمایندگانی داشتند و هر کدامشون رسولانی داشتند و ما را به سمت اون خدای فرستاده شده از طرف اون خدا ما را باید دعوت می کردند. این که وجود نداره رسولان دیگری جز رسولان فرستاده شده از خدای واحد احد، معلوم شد خدای دیگری وجود ندارد. و این مطلب را مولا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین در وصیت نامه‌ای که به فرزندش حضرت آقا امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن می‌فرماید: وعلم یا بنیه، فرزندم بدان، انه لو کان لربک شریک، اگر پروردگار تو شریکی داشت و خدای دیگری در این عالم می بود، لاتتک رسله، اون خدا باید رسولانی می داشت و رسولانش باید می مدن تا رسولان معرف خدا خدای خودشون باشن. کو ما هر رسولی که شناختیم رسول الله بودن، رسول از طرف الله بود، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم علیه السلام، از آدم تا خاتم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، ادریس، همه دم از الله زدن. اگر خدای دیگری می بود باید نمایندگانش می آمدن و ما رو به سمت خدا معرفی می‌کردن. لعدد که رسوله ولرأیت آثار ملکه و سلطانه، اگر خدای دیگر بود باید پس یه مملکتی می داشت، چطور خدای جهان آفرین، چطور الله سبحانه و تعالی آسمان و زمین و اونچه که بین آسمان و زمینه مالشه و برش سلطنت دارد، اون خدای دیگه هم باید چی داشته باشه؟ همینطور باشه، باید یک مملکتی داشته باشه، یه عالمی داشته باشه، یه عالمی داشته باشد که بر اون عالم مسلط حاکم باشه و مسلط باشه. ولعرفت افعاله و صفاته، اگر خدای دیگری می بود باید کارهای اون خدا را هم می شناختی. با این الله را می شناسیم که فعال ما یشاء و می دونیم که وحده لا شریک له، می دونیم که این خدا خالق همه است، می دونیم که باران برای ما می فرسته، می دونیم که بادها را به حرکت در میاره، نعماتش را لمس کرده، لمس کرده. اون خدای دیگه هم باید آثار و برکات وجودیش را ما لمس می کردیم، می دیدیم. اما می بینیم جز آثار خدای واحد احد آثار دیگری وجود نداره، جز مملکت الله مملکت دیگری وجود نداره، جز ولایت و سلطنت کلیه الله سبحانه و تعالی کسی دیگری سلطنت ندارد و کسی دیگری ملکی نداره، ولایتی ندارد. ولکنه اله واحد، یک اله است، کما وصف نفسه، همچنانی که خودش رو توصیف کرده. در اینجا علما که میرسن میان برای توحید شاخه های ذکر میکنن، بعدی نیست که ما یه اشاره ای به این شاخه های توحید بکنیم، اگرچه میشه این شاخه ها را از دل قرآن و فرمایشات معصومین علیه السلام به دست آورد. چهار تا شاخه اصلی برای توحید ذکر شده در علم اعتقادات و در علم خداشناسی. یک توحید، توحید ذاتیه. توحید ذاتی به ما چی میگه؟ توحید ذاتی به ما میگه یک ذات مستقل در هستی وجود داره، واقع دیگه مخلوقات او هستن، واقع دیگه موجودات همشون در اختیار او هستن، مخلوق او هستن و اختیارشون به دست اون ذات مستقله، به طوری که اگر آنی کند نازی فروری زد قالب ها
تمام این مخلوقات چراغ‌های روشنی هستند که کلید این چراغ‌ها به دست اون ذات پاک اله واحد احد، هر وقت اراده بکند چراغی را خاموش میکنه و یک چراغ نوعی جدیدی به جای آن روشن میکنه. اونی که مستقله تنها اوست و باقی دیگه متکی او هستند، به او اعتماد دارن، زیرنشین علمت کائنات. به به، چون به تو قائم، چون تو قائم، همه به تو قائم، چون تو قائم به ذات. اونی که قائم به ذاته و مستقل است، خدای عز و جل، باقی دیگه قوامشون به اوست، حیاتشون به اوست و در برابر او چیزی از خود ندارن. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ماها در برابر خدای عز و جل نه مالک نفعمون هستیم، نه مالک ضررمون هستیم، نمیتونیم نفعی را بدون اراده او جلب کنیم، برای کسب کنیم، نمیتونیم ضرری را از خودمون دفع کنیم بدون خواسته او و بدون اراده او، نه مالک حیات و زندگیمون هستیم، نه مالک موتمون هستیم. حیات و موتمون به دست اوست و زنده شدنمون در عالم عقبا و آخرت هم به اختیار خدای عز و جل. عبدن مملوکن لا یقدر على شیء. ماها در پیشگاه خدا عبادی هستیم، ناچیز ترین، بله، مملوک خدای عز و جل هستیم و او مالک مطلق همه هستیه. اینو میگن توحید ذاتی یا توحید در ذات. بله، تقریبا دو سه دقیقه حاجا برای این قسمت. چشم. شاخه دوم توحید میگن توحید صفاتیه. بله، یعنی خدای واحد احد متصف هست به صفاتی، به صفات کمالیه، به صفات ارزشمند، که این صفات عین ذاتشه. مثلا متصف است به صفت احدیت که مورد بحث ماست، متصف است به صفت حی بودن، خدا الحی، بله، دارای حیاته، متصف به صفت علم، متصف به صفت قدرت، متصف به صفت اراده. این صفات عین ذات خدای عز و جل. یعنی چه؟ ما رو خودمون که مثال بزنیم میتونیم متوجه بشیم، صفات خدای عز و جل رو متوجه بشیم. ما ذاتمون با صفاتمون دوتاست. بله، یعنی وقتی که به دنیا اومدیم مثلا علم نداشتیم. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بله، وقتی شما را خدا آفرید و به دنیا آمدید چیزی بلد نبودید. هیچ چی را بلد نبودید. حتی اون درک حسی را هم نداشتید. خورد خورد به دست آورد. بله، خورد خورد انسان به دست آورد و چی شد؟ کامل شد. بله، یه معلوماتی، به درجه ای رسید. یه معلوماتی به دست آورد و البته علامه دهر هم که انسان بشود آخرش در برابره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قلیلا. از علم جز اندک چیزی نصیب شما نمیشه. پس ذاتمون چیزیه و علم ما چیز دیگریه. ولی خدای عز و جل علمش عین ذاتشه. ذاتش از علمش و علمش از ذاتش اینا جدا پذیر نیستن. حالا انشاءالله توضیح این قسمت از توحید و این شاخه توحید رو میگذاریم برای جلسه آتی بیاری خدای عز و جل انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. دست شما درد نکشید. بفرمایید میان برنامه رو ببینید. بعد از میان برنامه انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم.
وقت شما بخیر عزیزان بیننده و همراهان برنامه معراج. عرض تعزیت دارم به مناسبت سالروز ارتحال حضرت معصومه سلام الله علیها. امید است که انشالله به عنایت کریمه اهل بیت انشالله به زودی نصیب ما زیارتشون بشه و نصیب شما عزیزان بیننده زیارت سید الشهدا علیه السلام بشه. امیدوارم که بعضی ها از این دعاها میکنن و خیلی دعای قشنگی به نظر من. امیدوارم که توی این قسمت مفقودین بین الحرمین که گاهن صداشم توی برنامه ما میاد اسم شما گفته بشه و عزیزان همراهتون دنبال شما بگردن در کربلا. خب و اما بخش سوالات شما عزیزان که برای ما به شماره 2096477303044314 فرستادید و دوستان از بنده در پخش از ابتدای برنامه در نوار قرمز رنگی شما را دعوت کردن به فرستادن سوالاتتون. بگم که تا الان سوالاتی که برای این قسمت آماده کردیم تا جایی که فرصت بشه انشاءالله از بیننده عزیز شروع کنیم که پرسیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که نماز قبول میکنه برای نماز قضاء میت، اگر مشکلی برای سلامتیش پیش بیاد و نشسته بخواد نماز بخونه مشکلی داره یا باید حتما ایستاده و معمولی بخونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کسی که اجیر میشه یا قبول میکنه که نمازی رو برای مرحومی به جا بیاره حتما باید ایستاده نماز خودش رو بخونه، نمیتونه نماز را به صورت نشسته، حتی اگر عذر داشته باشه، یعنی خودش تکلیفش وقتی نمازهای خودش رو میخونه نمازاش نشسته میخونه با عذر. بله، این نمیتونه نشسته نماز میت رو بخونه، بنابراین باید بده به دیگران برای میت نماز بخونن اگه خودش قدرت بر ایستادن نداشته باشه. بله، عرضم به خدمت شما جناب، اگر برعکس این باشه چطور؟ یعنی اگر مثلا میت معلول باشه؟ مهم نیست میت چه سالم باشه چه معلول باشه، اونی که اجیر میشه نائب حتما باید نماز ایستاده. کامل و درست. بله بله بله. سلام و خسته نباشید، ببخشید میخواستم بپرسم که دهه فاطمیه کی شروع میشه و چه تاریخی تموم میشه؟ ممنون، اجرتون با آقای امام حسین علیه السلام. بله، این دهه فاطمیه سلام الله علیها بر حسب روایات سه دهه معروف. بله. و مشهوره. روایت اول روایت 40 روزه، یعنی 40 روز بعد از شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این مصادف با 8 ربیع ثانی تا 10 ربیع ثانی، 3 روزه. بله. 8، 9، 10 ربیع ثانی این فاطمیه اوله، شروع فاطمیه اوله. فاطمیه دوم روایت 75 روزه بعد از شهادت آقا. بله. رسول الله که مصادف با 13 و 14 و 15 ماه جمادی الاول، ماه جمادی الاولا. بله. روایت سوم روایت 95 روزه بعد از شهادت آقا رسول الله که مصادف با اول و دوم و سوم ماه جمادی الاخره. بله. یا جمادی الثانی می باشد و فقهای ما مخصوصا آیت الله العظمای شیرازی فرمودن خوب است که مؤمنین به این سه روایت توجه کنن و ایام عزاداری داشته باشن، این ایام را ایام عزاداری قرار بدن. البته یک نکته اینجا از خدمتتون عرض کنم، بفهمم میلاد با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام طبق روایتی 8 ماه ربیع ثانیه. بله. همون روز صاف مصادف با روز 40 بعد از شهادت آقا رسول الله. بله. و شروع فاطمیه اول. بله. روایت دیگری داریم در مورد تولد امام عسکری و اون 4 ربیع ثانیه. بله. اگر خوب میشد
که ولادت را روز چهارم ربیع ثانی مؤمنین بهش توجه می کردن بله. و روز چهارم را جشن سرور به مناسبت حضرت امام عسکری علیه السلام می گرفتن و روز هشتم این آغاز فاطمه اول می شد که ادامه داشته باشد این هشتم تا سیزدهم ماه جمادی ثانی که پنج روز که این متصل بشد با روایت 45 روز چون بله. روایت هم داریم که حضرت زهرا علیه السلام شهید شدن 45 روز بعد از شهادت آقا رسول الله. بنابراین از هشتم تا سیزدهم برای اینکه تمام این پنج روز شیعه ها عزادار حضرت صدیق سلام الله علیه باشند چه خوب میشد با هماهنگی علما و هیئت ها و متدینین روز چهارم روز چهارم ربیع بله جشن می گرفتن برای امام عسکری علیه السلام چون روایت هم داریم یه روایت بله. دیگری داریم در مورد میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام خیلی ممنون متشکرم. البته من یه سوال برام پیش اومد اگر صلاح میدونیم بذاریم برای دفعه بعد که چرا اصلا فاطمیه به سه دهه تقسیم شده و تاریخ مشخصی در مورد شهادت حضرت زهرا نیست اگر صلاح بدونیم در جلسات بعدی بپرسیم خدا میخواد برکاتی نصیب ما بشه از طریق امام حضرت زهرا علیه السلام که دائما در طول سال مؤمنین و شیعه ها دلشون وابسته باشد به حضرت متوسل باشه بله دائما در توسل به حضرت زهرا علیه السلام باشیم که حجت خداست حضرت زهرا بله. و لطفی که خداوند به بندگانش میکنه از راه حضرت زهرا علیه السلام لطف خاصه و توسل به حضرت زهرا علیه السلام توسل بسیار مؤثره برای رفع همه مشکلات دنیا و آخرت و این باز عنایت خود حضرت زهرا است بله. همینطوری که خدمتون عارضم قبرش مخفیه روز شهادتش هم باید مخفی بمونه معلوم نباشه. نباشه در دائما در توسل به حضرت زهرا ما باشیم هم 40 روز هم 45 روز هم 75 روز بله هم 95 روز 95 روز و چی بهتر از توسل به اهل بیت حضرت زهرا علیه السلام این لطفه که شامل حال ما شده است بله عرضم به خدمتتون تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم من سوال آخر رو بپرسم حالا اگر صلاح میدونید و میبینید که جوابش بیشتر بذاریم برای جلسه بعد که بیننده بزرگوار پرسیدن سلام به شما چرا ما شیعیان نماز پنج وقت را سه وقت میخوانیم؟ خب ما دستور داریم که پیغمبر اکرم را صلی الله علیه و آله و سلم را الگوی خودمون قرار بدیم در کارها ما آتاکم الرسول قرآن میفرمون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو عمل رسول الله برای ما حجته ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن آقا رسول الله مکرر دیده شده بله. از مسلمات تاریخی این مطلب مکرر دیده شده که در حال اختیار نه در حال استقرار نه در حال مثلا سفر نه خیر در حال حضر بدون اینکه استقراری در کار بوده باشد نمازهای خودشون رو در سه وقت خوندن بله. یعنی ظهر عصر رو در یک وقت خوندن مغرب عشا رو هم با هم خوندن نماز صبح هم که سر جاشه عمل پیغمبر برای ما چی میشه؟ حجت میشه عمل پیغمبر برای ما حجت میشه و اصلا خود قرآن مجید اگه ملاحظه کنیم سه وقت را قرآن مجید برای ما معرفی کرده چون قرآن میفرماد اقم الصلاة لدلوک شمس این مال ظهر عصره بله دلوک شمس یعنی زوال خورشید ظهر الى غسق اللیل شب نماز مغرب عشاء و قرآن الفجر نماز صبح خدا قرآن سه وقت را برای ما مشخص کرده نه پنج وقت خیلی ممنونم متشکرم دست شما درد نکنه از شما عزیزانم ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید در پناه امیرالمومنین باشید یا علی